پیامبر عظیم و شأن اسلام در احادیث مختلفی که از بی بی خدیجه کبرا تمجید کرده، یکی از تمجیدها و یکی از بالاخره بیان اون حقانیت بی بی خدیجه در انفاقهای مالی است که حضرت داشته. در حدیثی که در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 19 صفحه 63 بیان میکنه، پیغمبر میفرماید ما نفعنی مال و قط مثل ما نفعنی مال خدیجه. هیچ مالی به اندازه مال که خدیجه برای من اونها را انفاق کرد نافع نبوده. ببینید پیغمبر این حرف را میزنه، پیغمبری که دلسوز جامعه هست، میخواه فقر را از جامعه را شکن کنه، میخواه انسانها را به سعادت برسانه، دور از مادیات و توجه به ثروت است. میخواه این ثروت را در کجا مصرف کنه؟ برای همه بینواها و فقرا. میفرماید هیچ مالی در این مسیری که من بخوام فقر را بدبختی را از اجتماع دور کنم مثل او اموال که حضرت خدیجه برای من انفاق کرد و در اختیار من گذاشت مثل اونها اثرگذار نبوده. در حدیث دیگر هم میفرماید درست تعداد بخشندگی حضرت خدیجه خیلی زیاد بوده یا ای که در جای خوب مصرف شده که پیامبر میگیم حالا بالاخره کم کم وقتی وارد قضیه میشیم انشالله این نکات برای دوستان و همچنین خدمت ده. شما روشن میشه. حضرت در حدیث دیگر میفرماید ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجه. ببینید میگه اونطور که اسلام به توسط شمشیر علی که ضربتش در روز خندق تنها بله. افضل از عبادت ثقلین یا ثقلین بود، مثل این شمشیر و مثل ثروت خدیجه در مسیر اسلام چیزی نافعتر نبوده. لذا ما در احادیث داریم، در تاریخ داریم که اینا طبری ذکر کرده، بالاخره سایر بزرگان تاریخ نویس اینا بیان کرده. میگه زمانی که میخواست خدیجه را خواستگاری کنه حضرت پیغمبر، عمویش آمد گفت با یک کسی ازدواج میکنه که ثروت نداره، مال نداره، تمکن مالی نداره. حضرت خدیجه فرمودن که اگر او مال نداره من مال کسی دارم. لذا ای اموالش را در اختیار عمویش قرار داد، کلید اموالش را گفت ببر در اختیار حضرت پیغمبر قرار بده. ببینید مقدار مالم مقدار کمی نبوده، حالا یکی گفتی چطور کیفیتش چطور بوده و بالاخره خصوصیاتش چطور بوده، مقدار مال مقدار کمی نبوده. به نقل علامه مجلسی در بارالانوار در مکه کسی از خدیجه ثروتمندتر نبود.